الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دو سه نکته رو قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم تذکر داشته باشم. توی بخشایی که خوندیم، نکته اولی که بخشایی رو مرحوم سید رضی تقطیع کرده بودن که دیگه من فرصت نکردم که اون بخشا رو برای شما بخونم و اونا رو دیگه ما هم حذفش کردیم، ولی خب حالا انشالله یه موقع اون تیکه هایی که اینجا نیومده رو بخشایش رو میخونیم. نکته دوم این که اگر دوستان ملاحظه فرموده باشن میبینن که امیرالمومنین در این چند جمله‌ای که بیان فرمودند مراحل تربیت رو اجرا کردند. اول مخاطبشون رو نسبت به حقایق عالم آگاه کردند، دنیا چیه، آخرت چیه، زندگی چجوری است و اون چیزهایی که انسان با اونها بینشش زیاد میشه، بصیر میشه، اونها رو بهشون معرفی کردن، گفتن برید فلانجا رو نگاه کنید، فلانجا رو ببینید، سیر کنید، چنین کنید، چنان. اینا اطلاعی بخشی بود، اینا مرحله اول تربیت بود که باید متربی رو آگاه کرد، باید به متربی آگاهی های لازم رو داد تا به لحاظ نظری دیدگاهش تغییر کنه. اگه تا حالا دنیا گراست، تجمل گراست، اسیر زرق و برقه، باید اول بهش اطلاعات داد این زرق و برق دنیا چنین است، این مشکلات رو داره، اول باید او رو آگاه کرد. این مرحله اول هست. مرحله دوم که غالبا خود به خود حاصل میشه تغییر در احساسات و عواطف و تمایلات، کاری کنیم که به جای اینکه دنیا رو دوست داشته باشه آخرت رو دوست داشته باشه، به جای اینکه دروغ رو دوست داشته باشه راست رو دوست داشته باشه، به جای اینکه عرض کنم که مجلس های لهو و لعب رو دوست داشته باشه مجلس عبادت دوست داشته باشه، علاقش رو نسبت به نماز زیاد کنیم، علاقش رو نسبت به پاکی و پاکدامنی زیاد کنیم. اگر اون مرحله اول خوب انجام بشه غالبا مرحله دوم به وجود میاد، ما بتونیم خوب ثمرات و فایده ها و عرض کنم که عواقب کار خوب رو بهش بفهمانیم و پیامدها و بدیها و نتایج بد کار بد رو هم بهش بفهمونیم، حتما به کار خوب علاقمند میشه و از کار بد بدش میاد. مرحله سوم که حضرت با این دستوراتی که پشت سر هم میدن مرحله سوم رو دارن اجرا میکنن، مرحله عملی است. در عمل باید متربی رو وادار به کار کرد. اول باید بهش گفت آب چنین است، فنون شنا چنین است، آگاه بشه، آب رو بشناسه، خودشو بشناسه، وزن مخصوصو بشناسه، عرض کنم انواع شناها رو یاد بگیره به در نظر، بعد باید علاقمندش کرد به شناگری، بعد هم باید انداختش تو آب که عملا اجرا بکنه. حضرت توی این مرحله داره مرحله سوم رو اجرا میکنه. میخوای که خوب بشی؟ راهش اینه که امر معروف کنی. میخوای که بد نباشی؟ راهش اینه که نهی از منکر کنی. اینجا دیگه مرحله عمل هست. این هم نکته دوم. نکته سوم که عرض میکنم، یکی از اصول مهم تربیت اسلامی اصل مسئولیت همگانی است. در نظام تربیت اسلامی همه نسبت به هم مسئولیت متقابل دارن، من نسبت به شما مسئولم، شما هم نسبت به بنده مسئولید، پدر نسبت به فرزند مسئوله، فرزند نسبت به پدر، مادر نسبت به فرزند مسئوله،
دختر نسبت به مادر مسئول، همه مسئولن، کلکم را و کلکم مسئول. برای اجرای این مسئولیت همگانی راهی که در قرآن و روایات و اسلام مد نظر قرار گرفته راه امر معروف و نهی از منکره، که این راه زیباترین و کارسازترین و کارآمدترین راه است. یه اتفاقی در آمریکا افتاد چند سال پیش در معرض دید همه مردم، مثلا تو مترو یا در یه جایی که عمومی شلوغ بود، یه خانمی حمله شد و خلاصه هیچ کس هیچی نگفت، همه با استدن نگاه کردن. یکی از دانشمندان آمریکایی که ناظر اون صحنه بود خیلی ناراحت شد که چه جامعه ایست که در معرض دید همه این گونه جنایت میشه، هیچ کس همیش کار نمی کنه، همه سرشون می روزن پایین میرن. بعد اومد همه مکتب ها رو بررسی کرد، همه راه های جلوگیری از این بزهکاری و راه های تربیت صحیح انسانی رو بررسی کرد تا در اسلام رسید به امر معروف و نهی از منکر. دید گم شدهش اینجاست، آنچه که جامعه رو میسازه اینه، جامعه رو تربیت میکنه اینه. اومد ایشون دو جلد کتاب بسیار قطور نوشته، انصافا در امر معروف و نهی از منکر خیلی زیبا نوشته، غیر مسلمان ها، اومد امر معروف و نهی از منکر در اسلام رو بررسی کرد. دو جلد کتاب شاید قریب مثلا بیش از 1000 صفحه، 1500 صفحه این حدود داد، دو جلد خیلی قطور کتاب نوشته و خیلی زیبا نوشته در باره امر معروف. گفت این گم شده ماست، اینه که اگه تو جامعه بود جامعه سالم خواهد بود، به صلاح خواهد بود، وگرنه روز روشن در مقابل چشم همه در این جامعه که ادعای تمدن میکنه به یک خانم مظلوم تجاوز میشه، من کتک میخوره، چی حالا من دیگه اون جنایتشون عرض نمیکنم، هیچ کس هم بودن اونجا نگاه میکردن، هر کسی نگاه میکرد روش برمیدار میرفت، یکی نیومد جلو این جنایت رو بگیره، یکی نیومد بگه خب چرا، با چه گناهی. ایشون گمشده رو در این دید، در این حال که مسلمون نیست، اومد کتابی در امر معروف و نهی از منکر نوشته که به نظر من یکی از بهترین هاست، اگر نگیم بهترینه، یکی از بهترین هاست. تحقیقات جامعی کرده و خیلی زیبا. این فرهنگ و این اصلی است که در تربیت بسیار مؤثره، طوری که من با جرأت خدمت شما عرض میکنم که اگر اون مراحل خیلی پایینش، اون اولین مرتبهش که هیچ زحمتی نداره، هیچ معونه‌ای نداره، هیچ شرطی نداره، اون پایین ترین مرتبهش اگر اجرا بشه، بیش از 90% بد اخلاقی ها، بی تربیتی ها، بزهکاری ها و گناهان و منکرات از جامعه پاک میشه. این حرفی نیست که من خدمت شما عرض کرده باشم، این حرف رو بنده تو رسانه ها تا حالا چند بار گفتم که من به جد معتقدم که اگر این درجه پایین که هیچ زحمتی نداره، هیچ مشکلی نداره، نه عرض کنم شرطی داره، نه شروطی داره، هیچ چی نداره، این مرتبه پایینش که همون نهی به قلب باشه، اگر اون اجرا بشه بیش از 90% تربیت درست شده و بزهکاری ها از جامعه رخت بر میبرن. منتها متاسفانه همون هم گاهی تو جامعه ما مشاهده نمیشه، اون حد اقلش. به هر حال یکی از بهترین راه ها این هست. پس یک اصل ما در اسلام داریم، در تربیت اسلامی، به نام اصل مسئولیت همگانی، اصل از کنم که مسئولیت متقابل، که همه متقابلا نسبت به هم مسئولن، طوری که روز قیامت از همه سوال میکنن ریز و درشت چرا وظیفه انجام ندادی؟ چرا جلو منکر رو نگرفتی؟ به تعبیر دقیق تر همه ما مربی هستیم و همه ما متربیم، تک تکمون باید مربی باشیم. لازم هم نیست که حالا اون کسی که متربی ما هست از ما کوچکتر باشه، نه، ممکنه فرزند مربی پدر و مادر باشه، ممکنه شاگرد مربی استاد باشه. عرض کردم در تربیت مثل تعلیم نیست،
تعلیم همیشه معلم از متعلم بالاتره، چون اگه بالاتر نباشه نمیتونه معلم باشه. اما در تربیت اینجوری نیست، گاهی مربی یه حیوانه. ما در عبادت ما فراوان داریم، فرض بفرمایید که فلان خصلت خوب رو از فلان حیوان یاد بگیرید، یعنی اون حیوان میشه مربی ما. میخوان که حضرت ابراهیم رو خدا میخواد تربیتش کنه، میگه من میخوام دلم آرام بشه چیکار کنم؟ فخود اربعتا من الطیر فسرهن، گفت که رب ارنی کیف تحیی الموتا، من نشون بده ببینم مرده ها رو چطور زنده میکنه. قال اولم تؤمن، مگه ایمان نداری؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میخوام قلبم آرام بشه. بهش گفته میشه اگه بناس قلبت آرام بشه باید چهار تا پرنده رو بکشی. فخود اربعتا من الطیر فسرهن، این پرنده ها چی باشن؟ طاووس. تا طاووس انسان در درون خودش نکشه آرام نمیشه که. این طاووس تجمل گرایی و رنگ برنگ شدن در درون ما نمیذاره ما آرام باشیم، شب و روز ما رو در حال اضطراب نگه میداره. اینو باید در درون خودش انسان بکشه. باید خروس شهوت رو انسان در درون خودش بکشه، وگرنه این شهوت آرامش از انسان میگیره، مخصوصا که بخواد جنبه روانی پیدا بکنه. یه وقت شهوت جنبه طبیعی داره، مثل میل به غذاست. خب انسان وقتی غذا خورد سیر شد دیگه بهترین غذا هم براش بیاری نمیخوره، تمومه. شهوت هم یه وقت جنبه طبیعی داره، ازدواج میکنه تمومش میره. یه وقت جنبه روانی پیدا میکنه. الان در دنیا اینجوری است، الان در دنیا همه چیز رو در خدمت تحریک، تحییج و تشویق شهوت قرار دادن. علم و تکنولوژی و هنر و سیاست و اگر مالت مطالعه کنید خواهید دید که همه اینها در خدمت اینه که هرچی بیشتر شهوت رو تحریک کنن. خب شهوت از اون دنده طبیعیش خارج میشه، به شکل روانی در میاد. اون وقتی که چیزی نیست که حالا بگید من همسر دارم، نه، هزار تا هم که همسر داشته باشه میره سراغ هزار یکومیش، اصلا همسر معنا نداره. وقتی جنبه روانی که پیدا کرد دیگه سیر نمیشه که، اون جنبه طبیعیشه که سیر میشه. این شهوت تا درون انسان کشته نشه، این خروس تا درون انسان کشته نشه، انسان هرگز آرام نخواهد شد. این عرض کنم که کلاغ آرزوهای دور و دراز باید در درون خودمون بکشیم، وگرنه این آرزوهای طولانی کی میذاره ما آرام باشیم؟ این آرزوها کی میذاره که انسان آرام باشه؟ اینو باید کشت. و این کبوتر لهو و لعب و بازیگری رو باید در درون خودمون بکشیم. این چهار تا پرنده رو بکش و آرام میشی. حالا بس تفسیرش رو دیگه از آقای فقیه بپرسید. البته من بلدم تفسیرش، منتها دیگه فقط خواستم که بس تربیتیش رو عرض کنم. باید همه نسبت به هم احساس مسئولیت بکنن و همه باید کمک کنن، دست به دست هم بدیم. این داشتم عرض می‌کردم که از حیوانات انسان میتونه تربیت رو پرا بگیره. از خروس دو تا تربیت رو، سه تا تربیت رو میشه پرا گرفت. یک، دفاع از خانواده. از اون طرف ادب رو از که آموختی از بی ادبان. از شهوت رانی خروس باید درس بگیره انسان که شهوت ران نباشه، که در این داستان که عرض کردم عکسش بود. از کلاغ یک درس تربیتی میگیریم، از یه بیادبیش هم باز درس دوم میگیریم، از احتیاطش درس میگیریم که در دنیا باید انسان احتیاط بکنه، و از اون آرزوهای دور و دراز هم درس میگیریم که نباید آرزوهای دور و دراز داشت. همینطور از عشق و محبت کبوتر درس میگیریم، از بازیگریش هم درس عکس میگیریم. از حیوانات انسان میتونه تربیت بگیره. خب پس در مربی بودن لازم نیست که حتما مربی پایین تر از متربیش باشه، برعکس معلم که حتما باید اینجوری باشه. خب این
مسئولیت متقابل اصل بسیار مهم تربیتی در اسلامه که روش اجراش هم امر معروف نهی از منکره. اون آیه کریمه سوره مبارکه عصر، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، جنس انسان، نوع انسان، همه انسان ها در خسران هستن، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تواصی به معنای اصلا فعل باب تفاعل معنای بین الاثنین داره. وقتی میگیم که تقاطع این دو خط هم دیگه رو در حال تقاطع هستن، یعنی این خط اون خط رو قطع کرد، اون خط هم این خط رو قطع کرد. ما باید در حال تواصی باشیم. من به شما سفارش کنم کار خوب رو، شما به بنده سفارش کنید. اینو میگن تواصی. طرفین همدیگه رو سفارش میکنن به کار نیک. یا اون فرمایش پیامبر که همتون بلدید، کلکم راون و کلکم مسئول، کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیت، همه شما شبان این گله هستید، همه شما رعایت کننده این جمعیت هستید و این اجتماع هستید و از همه شما درباره این جامعه خواهند پرسید، مؤاخذه خواهند کرد که نسبت به جامعه چیکار کردی. خب این یکی از اصول مهم تربیت اسلامی است. در قرآن هم ما آیات فراوانی داریم، کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امتهایی هستید که در بشریت پیدا شدید. چرا؟ چون اهل امر و معروف و نهی از منکرید. معنی این آیه اینه که اگر ما نهی از منکر و امر و معروف ترک کردیم، دیگه بهترین امت نیستیم. و آمریکاییه دنبال این میگرده که عرض کنم فرهنگی پیدا بکنه که این جنایت ها دیگه تو جامعه رخ نده، میاد سراغ امر و معروف ما. ببینه عجب این امتی که این فرهنگو داره. حالا اگه ما این خودمون فرهنگو نداشته باشیم، دیگه خیر امت نیستیم. آیه کریمه دیگه که تو همین سوره هست میفرماد ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. باید شماها اهل دعوت به سوی خیر باشید، دیگران دعوت به کار خوب بکنید، باید امر معروف و نهی از منکر بکنید. ولتکن فعل امره، باید از شماها باشید افرادی که یدعون الی الخیر، دعوت به خیر میکنن و امر معروف و نهی از منکر میکنن. خب حالا این رو من فقط یک دو تا روایت رو هم اشاره میکنم، از این بحث میگذرم و فرمایشات حضرت رو میخونیم. شاید حالا یه فرصت دیگه، شاید ما بحث بیشتری کردیم راجع به این موضوع. پس امر معروف و نهی از منکر یا مسئولیت متقابل یا مسئولیت همگانی از اصول مهم تربیت اسلامی است. اینو شما تو لیست اصول قرارش بید از مهمترین اصول تربیت اسلامی، که باید همه نسبت به هم مربی و متربی باشن، همه باید احساس مسئولیت بکنن و در واقع باید جامعه رو منزله کشتی ببینن که عده‌ای تو این کشتی نشستن. کسی که داره گناه میکنه، کسی که داره بی‌تربیتی میکنه، داره این کشتی جامعه رو سوراخ میکنه. اگه ما گفتیم به ما چه، جای خودش رو سوراخ میکنه، بله فعلا جای خودشه، اما نیم ساعت دیگه کل ما غرق میشیم، جامعه غرق، کشتی غرق میشه. اینجوری باید به جامعه نگاه بکنیم. میگیم حالا او بی‌حجاب، به ما چه، ما خودمون. عرض کردم مراتبی داره. مرتبه اولش هیچ شرطی نداره، اون شرایط از مرتبه دوم به بالاست. مرتبه دوم که مرتبه زبانی باشه 4 تا شرط داره، بعد مرتبه سوم که مرتبه دست یدی باشه و در عمل باشه باز شرطهای دیگه داره، 6 تا شرط داره. اون شرایط مال درجات بالاست، که من عرض هم درجه پایینشه، اون که دیگه شرطی نداره. البته اینجا که حضرت فرموده به همون امر معروف نهی از منکر زبانی، همون مرتبه دومه. مرتبه دومش 4 تا شرط داره، که انسان معروف و منکر رو بشناسه، احتمال تأثیر بده، مفسده نداشته باشه و طرف هم بخواد تکرار بکنه. این 4 تا شرط شرایط امر و معروف از منکر مرتبه دومه که زبانی باشه. مرتبه اول به قلبه، با عمل هست. اخ کنه، روشو برگردونه، ببینه خانم حجابش مراعات نکرده، نگاش نکنه، نشون بده بهش که از این کار خوشش نمیاد. همین خانم یه ساعت بعدش با پوشی میاد تو خیابان، اگه میخواد جلب توجه بکنه، ببینه همه روش برگردونن، جوانا نگاش نمیکنن،
بقال نگاش نمیکنه، راننده تاکسی، راننده تاکسی اخم کرد و با اخم داره او رو منتقل میکنه. اگه ببینه جامعه اینجوریست، یه لحظه میشون با این لباس حاضر نمیشه تو جامعه. واقعا با همین درجه، هیچ زحمتی هم نداره، هیچ مشکلی هم نداره، مفسدی هم نداره. خیلی خوب، در روایات داریم که میفرماید که امر معروف نهی از منکر برترین واجبات است، اسم الفرائض، بلند مرتبه ترین واجبات امر معروف نهی از منکر. روایت از امام باقر علیه السلام است، میفرماید بها تقام الفرائض، به وسیله این فریضه یعنی امر معروف نهی از منکر بقیه واجبات اقامه میشه، نماز و روزه و حجاب و نمیدونم چی و چی، اینها قوامشون به امر معروفه. امر معروف اصلی میشه که بقیه اون معروفها و منکرها حول این اصل تحقق پیدا میکنن، منکرها جلوشون گرفته میشه، معروفها هم به وجود میان. به ها تقام الفرائض، قوام بقیه واجبات به امر معروف از منکره. در روایت از پیامبر نقل شده که فرمود ان الله لا يبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له، خداوند دشمن می‌دارد مؤمن ضعیفی رو که دین نداره. راوی تعجب کرد چه مؤمنی است که دین نداره؟ قیل و ما المؤمن الذي لا دين له، یا رسول الله این چه مؤمنی است که مؤمن هست اما دین نداره؟ پیامبر فرمود کسی که لا ینهان المنکر، کسی که نهی از منکر نمی کنه، این مبغوض خداست، خدا اینو دشمن می دارد. چرا؟ چون مؤمن ضعیفیست که دین نداره. خب حالا راجع به امر معروف نهی از منکر این مقدار کافی باشه، اما فرمایش حضرت که البته قبل از این جملاتی رو مرحوم سید تختی کرده بودن که کاش اونها رو بود، بعد از اون فإن الكف عند حيرة الزلال خير من ركوب الأهوال داره که یا بني اقبل من الحكما مواعظهم، فرزندم مواعظ موعظه های حکما رو بپذیر، اینا دیگه امر و نهیه از اینجا، و تدبر احکامهم، در حکمی که اونها میکنن تدبر کن، اندیشه کن، ببین چی دارن میگن. فإن كل وعاء يزيغ بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع به، هر ظرفی رو وقتی چیزی توش ریختن جاش تنگ میشه. مثلا شما تو ظرف آب ریختید، نصف ظرف آب ریختید، نصف ظرف گرفته میشه، ظرف حجمش نصف میشه. هر ظرفی وقتی توش چیزی بذاریم جا تنگ میشه. شما تو چمدان مثلا فرض کن لباس بذارید و همون مقداری که لباس گذاشتید جای اون چمدان دیگه تنگ میشه، مگر ظرف علم که هر چی بیشتر توش بریزید وسعتش چی میشه؟ بیشتر میشه. ولی جالب این فرمایش حضرت، فرمود هر ظرفی رو انسان وقتی چیزی توش گذاشت جاش تنگ میشه، مگر ظرف علم که ذهن انسان، قلب انسان، سینه انسان باشه، هر چه توش بیشتر علم می‌ریزی وسعتش بیشتر میشه. یعنی این قرار دادن چیزها در ظرف علم جا رو تنگ نمی‌کنه، جا رو وسیع می‌کنه. یه بار دیگه جمله رو می‌خونم، اینا تو اون چیزای شما نیست. فرمود فإن کل وعاء یزیغ بما جعل فیه، هر ظرفی اگر چیزی توش بذارن جاش تنگ میشه، الا وعاء العلم، مگه ظرف علم، فانه یتسع به، که ظرف علم با قرار دادن علم توش وسیع‌تر میشه، جادارتر میشه، هر چی بیشتر انسان عالم میشه ظرفیت علمیش بیشتر میشه، هر چه در ظرف علم که ذهن انسان، قلب انسان، عقل انسان و سینه انسان باشه بیشتر علم بریزی وسعت بیشتری پیدا میکنه. بعد فرمود و اذا ارسل الله عبدا حذر عليه العلم، وقتی خداوند میخواد بنده ای رو خار کنه، پست کنه، از علم برحذر میشه، علمو کنار میذاره خلاصه. بعد فرمود و کن احد الناس به ما تعبر به،
و کن اخذ الناس به ما تعمر به، خودت اون چی که مردم امر میکنی از همه بیشتر اون کار خودت انجام بده. و اکف الناس اما تنها ان، کسانی که از کاری نهی میکنی خودت از همه بیشتر اون کار کنار بذار. به عبارت دیگه کسی امر و نهیش اثر داره که خودش اون رو بهتر از همه انجام بده، اونی که دستور میده رو خودش بهتر از همه انجام داده باشه، اونی هم که نهی میکنه خودش بهتر از همه از اون خودش باز ایستاده باشه. بعد فرمود ازم الخالق اندک یسقر المخلوق فی عینک، اگه خدا تو چشمت بزرگ شد مخلوق کوچیک میشه. اینا باز آگاهی بخشیه، هر چه انسان خدا رو بزرگتر ببینه غیر خدا رو کوچکتر میبینه. این که ما برای دیگران، برای عرض کنم که پول و چی عظمت قائل میشیم چون خدا رو نشناختیم، خدا تو چشم ما کوچک شده. هر چه خدا بزرگتر بشه، بزرگتر تو چشم ما بیاد، به همون میزان مخلوقش کوچک میشه. خب رسیدیم به این جمله که فرمود و امر به معروف تکن من اهله، امر به معروف کن تا از اهل معروف باشی. سوال اینه که چطور انسان با امر معروف نهی از منکر اهل میشه؟ چطور وقتی امر معروف کرد میشه اهل معروف، خوب میشه؟ چند تا احتمال میشه داد که اینها با هم هم جمع میشه، یعنی اشکال نداره همه رو قبول کنیم با هم. یک، خود این امر معروف در خود انسان هم اثر میکنه. شما امتحان کنید، حتی بالاتر از این، گاهی مثلا انسان امر معروف نمیکنه، فرض کنید که ارشاد میکنه، چون ارشاد غیر از امر معروفه. کسی راه رو بلد نیست بهش میگه راه اینجاست، میبینه خودش هم دوست داره تو اون راه بره، تا چه برسه بخواد معروف رو به دیگران امر کنه. پس امر معروف در خود انسان هم اثر میکنه. امتحان کنید، این که ما در روایات همون این همه داریم که مثلا از پیغمبر نقل شده که فرمود الدال و الالخیر کفائله، کسی که مردم رو به کار خوب دعوت میکنه مثل کسی که اون کار انجام داده. بنده خودم تو مسجدم تا مدت ها اگه بنا نداشتم مثلا فردا روزه بگیرم، نمیگفتم مردم فردا روزه بگیرید، فردا روزهش نیمم چنین چنین ثواب داره، میگفتم خودت که نمیخوای انجام بدی، برای چی داری مردم میگی؟ تا خودم اهلش نبودم نمیخواستم اون کار انجام بدم، به مردم نمیگفتم. این روایت پیامبر رو دیدم، دیدم عجب، حالا من فردا میخوام برم مسافرت، اینا که نمیخوان مسافرت برم، من فردا به هر دلیلی نمیتونم روزه بگیرم، این مردم که مشکل ندارم، من اونها رو به خیر دعوت کنم تا منم جز اونها بشم. بعدن دیدم مرحوم شیخ صدور رحمت الله علیه، اون قهرمان بی‌نظیر روایت ما که ایشون بیش از 300 کتاب تألیف کرده، مرحوم شیخ صدوق، دیدم یکی از کتاب‌هاش که از بهترین کتاب‌های مرحوم شیخ صدوق، همون کتاب ثواب الاعمالشون که بخش قابل توجهی از مفاتی از اون کتاب گرفته شده، کتاب ثواب الاعمال رو به خاطر همین روایت نبوی ایشون تألیف کرده. یه وقتی به این روایت که رسیدم دیدم خب پس من بیام یه کتابی تدوین کنم که تو اون کتاب ثواب‌ها همه اومده باشه، ثواب اعمال. پس یک احتمال اینه که انسان وقتی کار خوب انجام میده خودش هم تشویق میشه به اون کار، ولی اینکه قبلا اهلش نبوده، میگه مردم امشب فلان ثواب فلان عمل و فلان عمل داره، بعد میگه عجب، خب منم که جز مردم هم که برم انجام بدم. اینو امتحان کنید، وقتی به مردم میگید برای خودتونم انگیزه ایجاد میشه که شما هم انجام بدید. این که میفرماید و امر بالمعروف تکن من اهله، منظور اینه، این احتمال درست میتونه باشه. دو، وقتی که انسان دیگران رو امر معروف که میکنه خود به خود خودش دیگه مشکلش حله. مثلا فرض بفرمایید که میره خونه یکی از اقوامش، اونجا مثلا فرض کن تجمل گرایی و اسراف و تبذیر رو اینها میبینه، شام دعوتش کرده، میره میبینه که اسراف کردن، تبذیر کردن، گناست، باید نهی از منکر کنیم. مرد حساب این چه وضعیه؟ چرا این کارو کردی؟ من یه نفر بودم، 10 نفر بودیم ما، این مقدار غذا می‌خواستیم، بقیه برای چی؟ چرا اسراف کردی؟ چرا تبذیر کردی؟ این نهی از منکر دیگه.
امر معروفه. فردا این قومو دعوتش میکنه، دیگه خودش یه غذای ساده درست میکنه. اون نمیتونه بهش ایراد بگیره که تو چرا منو دعوت کردی بریز به پاش نکردی، چون خودش قبلا راه رو بست. او فهمید که کارش خلاف شرع بوده، کارش اشتباه بوده، حال هم خودش کارو خوب انجام میده، دیگه اون توقع نداره که عجب منو دعوت کرد و مثلا فلان فلان نکرد، چون میره حق اون چیزی بود که قبلا بهش گفت. اون نهی از منکرش، امر به معروفش، حق اون بود. پس وقتی انسان نهی از منکر میکنه، امر به معروف، خودش اهلش میشه، خودش میشه اهل معروف. میگه چرا اسراف کردی؟ دیگه خودش اسراف نمیکنه. ساده باش، خودش ساده. این احتمال، بله اینم درسته، اینم میتونه باشه. احتمال سوم همونی که عرض کردم که خیلی مهمه. اگر گناه در جامعه پیدا شد، یا از اون طرف اگر معروف تو جامعه پیدا شد، این معروف برکتش به همه میرسه. یه خانومی که الان مثلا فرض کنید که بدون حجاب اسلامی اومده تو خیابون، مراد نکرده حجاب رو، خب اگر ما رهاش کنیم این میره جلوتر، فرض کن فرزند من، پسر من این رو میبینه و به گناه میفته. یعنی یه منکر که میاد تو جامعه، مثل وبا دامنش توسعه پیدا میکنه، همه جامعه رو گرفتار میکنه. هم مثال کشتی که زدم، این سوراخ کردن کشتی فقط خودش تنها رو غرق نمیکنه، کل جامعه رو غرق میکنه. اما این کشتی سالم بود، منم سالمم، جوونم هم سالمه، اگر اون خانم جلو این خلاف رو گرفت با نهی از منکرش، شوهر خودش هم سالم میمونه، پسر خودش هم سالم میمونه، خودش هم میشه اهل معروف. یعنی این معروف به خودش میرسه. و امر بالمعروف تکن من اهله. اینم احتمال سوم، که این احتمال خیلی قوی تر و خیلی مناسب تر هست که بگیم که وقتی که ما امر به معروف میکنیم، در واقع خودمون از این معروف بهره میبریم، خودمون رو تو معروف قرار دادیم، چون جامعه به هم پیوسته. جامعه یک عضو، یک پیکره، یک گوشش که خراب شد همه پیکر متاثر میشه. اگر کل جامعه سالم بود همه ازش بهره میبرن. امر به معروف کل جامعه رو سالم نگه میداره. این هم میتونه احتمال فرمایش حضرت باشه. و احتمال های دیگه اینجاست که انسان وقتی دقت میکنه میبینید که این کلام کلام مخلوق نمیتونه باشه، این کلام فوق کلام مخلوقه. یه جمله کوتاه، و امر به معروف تکن من اهله، ببینید چقدر معانی عمیق و زیبا تو همین جمله کوتاه هست. امر معروف کن تا اهل معروف بشی. البته میشه احتمال دیگه عرض کردم داد، مثلا یکیش همینه که وقتی که امر معروف نهی از منکر میکنی، خداوند بالاترین ثوابها رو در نام عملت نوشته، پس تو خودت از این امر معروف بیشترین بهره ها رو بردی، خودت شدی اهل معروف. اگه نمی کردی اصلا پیش فرشته ها جایی نداشتی، پیش خدا جایی نداشتی، حالا اونجا برای خود جایگاهی داری، معروفی. اگر امر معروف نمی کردی در نظام هستی معروف نبودی، حالا که امر معروف کردی در نظام هستی معروفی. اینم خیلی زیباست، این احتمال هم خیلی قشنگه. دوستان فهمیدن چی عرض کردم؟ گرفتن مطلب رو؟ وقتی انسان امر معروف که میکنه، تو نظام هستی برای خودش جایگاه معروفی پیدا میکنه. فرشته ها میگن آفرین، میشناسندش. اگه هیچ چی نبود، یه گمنامی بود، کسی نمیشناخت، خیلی ها فرشته ها نمیشناسن، وقتی دعا که میکنه میگن کیه، کجا بوده، چرا تا حالا پیداش نبود، گرفتار که میشه. مثلا فرض کن مشکلی براش پیش میاد، شروع میکنه دعا کردن، اون فرشته هایی که مأمور کارن میگن تا حالا کجا بود این، اصلا وجود داشته؟ ما که نشنیم تا حالا، این صدای جدیدی است، معروف نیست. اما کسی که اهل دعاست،
تا میگه اللهم فرشته‌ها میگن ها میشناسیمش، معروفه، میشناسیمش، بارها این صدا رو شنیدیم، در زمان رخ و در زمان گشایش هم دیدیم، زیاد شنیدیم، موقعی هم خوش بود دعا میکرد، شکر میکرد، صداش مرتب میامد بالا. اگه انسان اهل امر معروف بکنه معروف میشه. کجا معروف میشه؟ تو کل نظام هستی معروف میشه، جا پیدا میکنه، مورد اعتنا واقع میشه، خدا بهش اعتنا میکنه. اینا که دارم عرض میکنم آیات و روایات ها. قل ما یعبا بکم رب بکم لولا دعا بکم. اگه انسان اهل معروف بود، امر معروف کرد، پیش خدا معروف میشه، پیش فرشته ها معروف میشه، تو کل نظام هستی معروف میشه. پس امر معروف کن تا اهل معروف بشی. این هم احتمال چهارم میتونه درست باشه. حالا دیگه شما خودتون ادامه بدید. بله بله بله، چون این میره بالا دیگه، از بهترین عبادات دیگه، این عبادت میره بالا، فرشته ها میبینن، میشنون و متوجه میشن که یک نفر داره تو نظام هستی کار میکنه، داره معروف رو توسعه میده. فرشته ها کارشون همینه، فرشته ها کارگزاران خدا برای توسعه معروف هن دیگه، همکار پیدا میکنن، معلومه که همکار خودشونو میشناسن. فرشته ها وقتی کسی که داره امر معروف میکنه میبینن داره کمک به اونها میکنه، همکار اونها شده، خب طبیعی است که هر کس همکار خودشو میشناسه، این میشه معروف، شناخته میشه. عرض کردم این فصل باز بمونه ها، من 4 تا احتمال دادم، شما هم اگه تأمل کنید احتمال های دیگه هم هست و احتمال ها شاید بهتر از این 4 تا احتمال هم که من دادم. نحوه اون دیگه باید به مقتضای حال شرایط باید انسان در نظر بگیره. 3 مرتبه داره، هر مرتبهش باز مراتب خیلی متعددی داره. اون مرتبه پایینش که مرتبه امر معروف نهی از منکر به قلب باشه، خودش باز مراتبی داره. یه وقت ممکنه که همین که انسان سلام طرف رو خیلی گرم جواب نداد، طرفی که دست از منکر برداره سلام میکنه، امروز برخلاف روزهای قبل خیلی گرم جوابشو نمیدیم، علیکم السلام، میفهمه که این سردی به خاطر همین کافیه دیگه، لازم نیست اخ کنه، لازم نیست روشو برگردونه، لازم نیست قهر کنه، لازم نیست رابطه دوستی رو به هم بزنه. اما همینطور خود این مرتبه پایین ارزو، اولی مرتبه خودش چندین مرتبه داره، باز مرتبه دوم همینطور، تا میرسه مرتبه سوم، که مرتبه سوم تا کشتن هم پیش میره. میشه کسی که میخواد منکر انجام بده رو کش داره؟ تنها راه جلوگیری از منکر اینه که به قتل برسه. بله میشه به قتل رسون، میشه زد دستش رو شکست، سرش رو شکست، میشه مالش رو از بین برد، میشه حبسش کرد، همه اینها میشه. منتها اون مرتبه سوم علاوه بر اون 4 شرط که عرض کردم، شرط دیگه هم داره، اجازه حاکم شل لازمه و الی آخر، که حالا بحث مفصل میخواد. بله امر معروف هر کدام باید به مقتضای حال، اون خود انسانه که باید معروف رو بشناسه، منکر رو بشناسه و روش ها رو هم بلد باشه. خب این جمله مولا رو ما 4 احتمال براش گفتیم که ملاحظه فرمودی هر 4 احتمال احتمال های خیلی زیبایی بود، البته میشه با تأمل احتمال های بهتری هم پیدا کرد. دلیل اینه که کلام امام، امام الکلم هست، امیر المومن علیه السلام امیر الکلامه، کلامش هم امام الکلم هست، مثل کلام بنده نیست که خیلی روشن باشه و دیگه هیچ احتمالی نشه برش داد. کلام اهل بیت محکم داره، متشابه داره، ظاهر داره، باطن داره، باطنش باطن داره. یه موقع تو که از دانشکده ها ما یه حدیث کوتاهی رو از امام جواد نوشتیم، از دنیا سوقون رب حفی حاقومون و خسر آخرون، از دانشجو خواستیم که نکاتی که از این حدیث به ذهنشون میرسه رو بگن. 11 نکته بدی از اون حدیث تو همون جلسه ما استخراج کردیم. من بعدا توی داشتم نگاه میکردم، دیدم خودم که وقتی تنهایی فکر کرده بودم 10 نکته راجع به همین حدیث کوتاه، 10 نکته خیلی جالب رو از این حدیث بیرون آورده بودم. اینجاست که انسان باید قصه بخوره که ما چرا نهج البلاغه رو کنار گذاشتیم،
چرا تو جامعهمون، تو زندگیمون جا نداره. بنده به عنوان یک شیعه چند بار نهج البلاغه رو خوندم، چرا نخوندم؟ من این حرفه رو بردم خدمتتون عرض کردم وقتی که این جمله ابن ابوالحدید سنی رو شنیدم و خوندم، تا قبلا هم شنیده بودم، واقعا از خودم احساس شرمندگی کردم. یه سنی میگه قسم میخوره، میگه هم اون کسی که همه قسم خورنده ها با قسم میخورن، من قسم میخورم که من در طول 50 سال این خطبه رو بیش از 1000 بار خوندم، بیش از 1000 بار خوندم. چطورشون بیش از 1000 بار یه خطبه رو خونده و من مثلا؟ حالا دیگه اینجوری است متاسفانه، باید فقط ما افسوس بخوریم و هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم. خب این جمله رو ازش گذاشتیم. و امر بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکر بیدک و لسانک. منکر رو با دست و زبانت انکار کن، جلو منکر رو بگیر با همه قوا. چرا؟ چون این منکر دامن تو رو هم خواهد گرفت. این منکر اینجوری نیست که فقط او خودش انجام میده. اینو باز متاسفانه فرهنگ بدی است تو جامعه ما. وقتی کسی گناه میکنه میگه که حالا هر کسی تو قبر خودش میذارن. در آخرت آله، اما در دنیا چی؟ در دنیا اینجوری نیست. داره کشتی رو سوراخ میکنه. یعنی چه هر کسی تو قبر خودش میذارن؟ این هر کسی تو قبر خودش میذارن برای بعد از مرگ، نه برای قبل از مرگ. ما بحثمون قبل از مرگ، الان که زنده هستیم نه، سرنوشتمون به هم گره خورده. از ده جهت، ده ها جهت این منکر در زندگی بنده اثر میکنه. باران قطع میشه، زلزله میاد، بلاهای طبیعی میاد، بلاهای آسمانی میاد، فرزندم فاسد میشه، همسرم دچار مشکل میشه. چطور میگیم که هر کسی تو قبر خود مگید؟ بحث قبره، بحث زندگیه. بله بعد از مرگ بلا تذر و وازرتون بذر اخرا، در قیامت بله، اما بحث ما که قیامت چی نیست، بحث ما امروزه. آیا این گناهان باعث بلاهای آسمانی میشه یا نمیشه؟ میشه. وقتی بلا اومد ریزو درش میکنه، میگه تو که خوب بودی برو کنار، نه همه رو نابود میکنه. خداوند به دانیال پیامبر وحی کرد، فرمود از بنی اسرائیل، از قوم تو 100,000 نفر رو میخوام عذاب کنم. از این 100,000 نفر که دیگه مستأصل شدن، ها یهود مستأصل شد دیگه، از این 100,000 نفر 40,000 نفر گناهکارن، 60,000 نفر بیگناه، 40,000 نفر اهل منکرن، 60,000 نفر نه گناهی ندارن، اهل این گناه نیستن. این پیغمبر سوال کرد خدایا اونایی که گناهکارن حقشونه، 40,000 نفر باید عذاب بیاد نابودشون کنه، بیگناهان چرا؟ اون 60,000 نفر بیگناه چرا؟ فرمود چون اونها هم گناه رو میبینن و دم بر نمیارن، نهی از منکر نمی کنن. چون نیست که عذاب بیاد بگه خیلی خوب، حالا تو که اهل فحشا نبودی، تو که با حجاب بودی، تو که چنین چنان بودی، نه عذاب برو خوشسالی فقط خونه ایشونو بگیره، تو باغ ایشون بارون نیاد، تو باغ شما بارون بیاد. نه خیلی، نظام طبیعت این نیست. باران که قطع شد کل مملکت قطع میشه. میخوای حزب اللهی باش، میخوای نبا، میخوای اهل نماز شب باش، میخوای نباش، بلا دامن شما رو هم میگیره. دنیا اینجوری نیست. این فرهنگ، فرهنگ غلطی است. این استدلال، استدلال بسیار باطلی است که هر کس تو قبر خودش، بله تو قیامت هر کس تو قبر خودش میذارن، اما تو دنیا اینجوری نیست. تو دنیا ما کاملا متأثر از رفتار و گفتار و کردار هم هستیم. اگه کسی گناه کرد، واکنش این گناه دامن ما شما رو میگیره، هم به لحاظ معنوی، هم به لحاظ مادی، هم محسوس، هم غیر محسوس. اگر کسی خلاف کرد، دامن این خلاف، اثر این خلاف ماها رو هم متاثر میکنه، دامنش ماها رو هم خواهد گرفت و ماها هم گرفتار میشیم. نگیم که خب حالا او برای خودش گناه میکنه، نه، داره کشتی جامعه رو سوراخ میکنه، باید جلوش رو گرفت. بله بله.
شاید وجهش این باشه که اگر معروف حاکم شد جایی برای منکر نمیمونه. اگر ما نماز رو در جامعه حاکم کردیم، اگر حجاب رو حاکم کردیم، یعنی امر به حجاب کردیم، دیگه به حجابی وجود نداره که ما خواهد نهی از منکر بکنیم. شاید وجهش این باشه که اگر معروف اومد تو جامعه وجهی برای منکر باقی نمیمونه. و همین دلیل گفته امر معروف کنید، اگه این کارو کردی دیگه منکری باقی نمیمونه. اگه امر معروف انجام نشود تو جامعه منکر پیدا میشه، وقتی منکر پیدا شد باید نهی از منکر کرد. شاید وجهش این باشه. خب عرض کنم که پس امر معروف و نهی از منکر رو با دست و زبان و با همه وجودت انجام بده، نهی از منکر رو. و باین من فعلهو به جهدک، با همه توان، با همه کوشش از کسی که نهی از کسی که مرتکب منکر میشه جدا شو. یک بینونت کامل باید بین تو و اهل منکر باشه، یعنی باید طوری رفتار بکنی که اون اهل منکر احساس وحشت کنه، باید طوری رفتار کنی که اون عرض کنم که گناهکاران احساس ناامنی کنن، جامعه براشون امن نباشه. متاسفانه الان برعکس شده. الان شما در تفریحگاه ها، نمیدونم مثلا جنگل ها، پارک ها، کنار دریاها، ها، جاهای اینجوری برید میبینید که برای متدین ناامنه. متدین نمیتونه از اون فضای طبیعی استفاده بکنه. یعنی برای گناهکاران امن شده، برای بیگناهان ناامن شد. برعکس باید بشه. گناهکار باید در جامعه امنیت نداشته باشه. این با نهی از منکر حاصل میشه. اگر ما به طور کلی این نهی از منکر رو کامل انجام بدیم و به طور کامل جدا بشیم از فضای منکر، اهل منکر تنها میمونن. وقتی تنها موندن احساس وحشت میکنن، اون فضا براشون ناامن میشه. تو قوم فرض کن، تو قوم اینجوری هست تا حد زیادی، یه خانومی که میاد با یه ریخته نامناسب وقتی میاد به دورش که نگاه میکنه احساس ناامنی میکنه، احساس غربت میکنه، احساس وحشت میکنه. اما این خانم های با حجاب برن مثلا فرض کن شمال شهر تهران، اونجا احساس تنهایی میکنن، یعنی یک حالت استیحاش پیدا میکنن. برعکس باید بشه. باید آنچنان انسان از منکر جدا بشه، از کسی که منکر انجام میده آنچنان باید انسان جدا بشه که او تنها بمونه. با همه کوششت، با همه توانت از اهل منکر جدا شو. و باین من فعلهو، کسی که منکر انجام میده، به جهدش، با همه جهد و توانت ازش جدا شو. اینجا چند تا جمله هست که دیگه تو متن شما نداره. و این استتمام الامور عند الله تبارک و تعالی بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر، که انشاءالله اینو در جلسه بعد من هم جمله‌ای که تو جزوه شما نیست رو میخونم، هم توضیح بیشتری میدم راجع به این که ما اون آثار امر نهی از منکر رو بیشتر در جامعه پیاده بکنیم. خیلی خوب، خلاصه عرض من تو این جلسه این شد که یکی از اصول مهم در نظام تربیت اسلامی اصل مسئولیت متقابل یا اصل مسئولیت همگانی یا همون اصل بسیار پیشرفته و مترقی امر معروف و نهی از منکره، که این از اصول تربیت اسلامی است که اگر در جامعه این اصل محقق بشه، ولو در حد پایینش، اگه کلش محقق بشه جامعه میشه جامعه معروف و منکر تو جامعه نخواهد بود، بی تربیتی تو جامعه دیگه نخواهد بود. اگر همون بخش حد اقلش که همون مرتبه اولش باشه، بیش از 90% جامعه اهل معروف میشن. اون 10% نیاز به برخوردهای دیگه دارن که باید بقیه مردم با زبان یا خود دولت و نظام و حکومت با قدرت جلو منکر اونها رو بگیره. اون کمتر از 10% حسابشون جداست. 90% با همون مرتبه پایین اصلاح میشن. خداوند ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث ها، گفتن ها، شنیدن ها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عبادات ما به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید.
عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمین روز افزون بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.